سلام پنجشنبه 26 اسفند 89 17 مارچ 2011 میلادی در مورد هشت موضوع امروز صحبت می موضوع اول ابعاد بزرگ حرکت چهارشنبه سوری است که اکنون با جمع شدن همه اخبار از سطح کشور کاملا دیده میشه که از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین از شرقی ترین تا غربی ترین جای ایران عزیز در همه شهرها و حتی روستاها مراسم چهارشنبه سوری در وسعت بینظیری برگزار شد و همه جا هم با شعار مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای و سایر شعارهای جنبش سبز همراه بود در پاره مواقع هم رقص و پایکوبی زمیمه بود که یک نوع نافرمانی مدنی بسیار خوبی است در مقابل حکومتی که نه با رقص و پایکوبی بلکه حتی با شادی و خنده هم مخالفه جالبه که حکومت سعی کرد که با تبلیغات در واقع با بی و اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده یک نو بازی جنگ روانی بکنه از همه جالبتر آقای مسلحی وزیر اطلاعات که معمولا حرفهای فکاهی و خنداوری میزنه گفته که اصلا هیچ خبری نبوده و اگه یکی گوش ایشون رو میگره فقط پنجره اتاقش رو باز میکرد و مخ میدید که چگونه در واقع یک پارچه تهران شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر داده و چگونه در واقع سراسر شهر در تب و تاب اعتراض میسوزه کیهان مدتی است که این کلک رو میزنه میاد خبری رو خودش با لینکی میگذاره مثلا روی سایت بالاترین بعد از قول بالاترین نقل میکنه که خود مخالفین هم میگن که سال گذشته بهتر از امسال بود یا هیچ اتفاقی نیفتاد یا جمعیت کم بود و امسال هم از این روش هایی که استفاده میکنن اما جالبه در همین حال که مسئولین حکومت سعی میکنن بگن هیچ اتفاقی نیفتاده خودشون میگن که 500 نفر دستگیر شدن و حال 19 نفر هم وخیمه آقای بهنود رمزانی است که مطرح شده در سمت شرق تهران در نارمک احتمالا کشته شده که اخبار بیشتری اگر برسه خدمتون خواهم گفت به هر صورت آنچه که در چهارشنبه سوری اتفاق افتاد نشون داد که این بنری که تالا دو سه بار نصب شده در تهران که دیکتاتور به پایان سلام کن بنر درستی است شعار درستی است و دیکتاتور ما آقای خامنه ای به پایان نزدیک میشه در این رفراندوم بزرگی که در چهارشنبه سوری در سطح کشور اتفاق افتاد یک پارچه یک ملت خواهانه برکناری و به پایان رسیدن عمر دیکتاتور ایران آقای خامنه ای شدن کاری که بچه های سر با شعار کارش تمام است در همه جا میکردند کردن می نوشتن یا روی عکسای میلوسوویچ می چسبوندن در ایران هم با دیکتاتور به پایان سلام کن داره اتفاق میفته شعاری که میشه همه جا نوشت و روی هر ایشون چسبوند یا بر هر در و دیواری نصب امروز پنجشنبه بعد از ظهر خیلی ها به بهشت زهرا در تهران و گورستان های دیگه در شهرستان ها برای پنجشنبه آخر سال میرن همینطور خانواده های عزیز شهدای جنبش هم میرن که خیلی ها دعوت کردن به اینکه اونها رو تنها و بیکس نگذارن فقط خواهش من این است که بچه هایی که به بهشت زهرا میرن به دلیل اینکه امکان به بستن درها کنترل هستش رعایت مسائل امنیتی رو بکنند و اگر هم مانعی نباشه از شعارهای جنبش و حمایت از خانواده شهدا و شخص علیه شخص دیکتاتور در واقع استفاده بکنند و انجام بدن نکته راجع به تعطیلات نوروزی از الان تا زمان تحویل سال این مطرح شده بعضی ها که ما هر شب میتونیم تظاهرات بکنیم به نظر من با حفظ مدل چهارشنبه سوری که دیده شد چقدر خوب کار میکنه یعنی عمدتا در طول شب استفاده از سر و صداهای زیاد تظاهرات پراکنده برغاسا و امثال اینها بسیار کار خوبی است که اگر توانش هستش کسانی میتونن انجام بدن اما یک شنبه هم چون خانواده های زندانیا ها سفره هفتین رو پشت دیوار زندان میبرن در تهران زندان اوین هر کس که بتونه حضور پیدا کنه و از اونها پشتیبانی بکنه حرکتی بسیار خوب و موثر در مورد اکسیون های نوروزی وقتی که سفر زیاد اتفاق میفته این امکان هست که خبرهای جنبش رو به همه نقاط برد تجربیات جنبش رو در همه شهرها رد و بدل کرد در مراکز توریستی به خصوص در شهرهای مثل مشهد که خیلی ها به حرم امام رضا میرن و اطراف اون یا اسفهان شیراز شهرهای دیگه هر جا که تجمع مسافرین هست یا شهرهای شمالی اگر امکانش باشه سر دادن شعارهای جنبش نشون دادن علامتهای جنبش رنگ سبز و دیکتاتور به پایان سلام کن کارهایی است که می شود اونها رو در واقع جزو حرکت جنبش دونست که کمک میکنه ما گسترش جغرافی جنبش رو تسریع بکنیم در این خصوص باز هم روزهای آینده صحبت خواهیم کرد نکته دوم این که سه شنبه بعد از ظهر همزمان با مراسم چهارشنبه سوری در سطح کشور در سالن شماره دوی زندان قزل حصار حدود ساعت پنج بعد از ظهر شورشی از طرف زندانی ها اتفاق میفته درهای سالن رو میتونن بشکنن بیان بیرون با استفاده از کپسول های گاز انفجار درست بکنن و دیوار رو خراب کنن و به محبته زندان بیان معمورین حراست زندان از عهده کنترل بر نمیان و نیروهای گارد ویژه با تاخیری میرسن که از روی بام ها با سلاح جسه به زندانی ها شلیک میکنن و تا صحبت از کشته شدن هشتاد زندانی هست ضمن که زخمی ها رو هم به بیمارستان بی جایی نبردن بلکه بردن به زندان رجای شهر و درمانگاه اونجا ضمن که بسیاری از زخمی ها با سلاح جسه به شدت حال وخی میدارن سه نفر از بچه های سیاسی در سالن شماره سه این زندان هستند که تا اینجا خوشبختانه خبر ناراحت کننده در خصوص اونها دریافت نشد نکته سوم که آقای محمد کروبی از قول یک روحانی مورد وسوق مطرح کرده که ایشون آقای کروبی و همسرشون رو دیده و حال اونها خوبه کاملا نشون میده که حکومت در مقابل فشارهای داخلی و اعتراضات مردمی و حرکت بین المللی عقب نشینی کرده اما از اونجا که حکومت به شدت دروغگو و ریاکاره سعی میکنه که با انواع ابهام سازی ها و دروغ پردازی ها نشون نده که میترسه و عقب نشسته محسا امرابادی همسر مسعود باستانی روزنامه نگار جواد سوهانکار دانشجوی کامپیوتر دانشگاه شریف با قید وسیقه آزاد شدن ضمن اینکه طبق بخشنامه آقای صادق لاریجانی مرخصی به زندانیان سیاسی داده نشده برای ایام نوروز نکته چهارم این که اجلاس حقوق بشر در ژنو به صحنه افشاگری علیه نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شد هیات های نمایندگی بسیاری از کشورها مثل امریکا، انگلیس، کانادا، سوئد، هلند، دانمارک اه، اه، به ابعاد به وجوه مختلف حقوق بشر نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند بسیاری سازمان های حقوق بشری هیات های نمایندگی ایرانی سراپا در واقع موارد نقض حقوق بشر رو مطرح کردند و در گزارش آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم موارد نقض حقوق بشر بود و خواسته تقریبا مورد توافق همگان هم نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران و ارسال فرستاده ویژه سازمان ملل به ایران بوده نکته پنجم اینکه آقای احمدی نژاد مطرح کرده که نیروگاه مادر در بوشهر به از نیروگاه فوکوشیمای ژاپن به ایشون باید گفت که مدل این نیروگاه ایران همون چرنوبیل است که بدون زلزله اون فاجعه رو خلق کرد نکته ششم اینکه که یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه مطرح کرده که در جشن نوروز باید تجدید نظر بشه ظاهرا آقای خامنه ای هم اجازه نداده که در تخت جمشید مراسمی برگزار بشه ضمن اینکه مشکل آب گرفتگی هم در این میراث ملی ما به وجود اومده و به هر صورت دعواها بر سر این مراسم بالا گرفته و باید دید که بعد از لغو سفر پادشاه اردن آیا دیگران هم از سفر منصرف خواهند شد یا نه نکته هفتم اینکه کمیسیون ماده ده قانون احزاب در وزارت کشور پروانه فعالیت مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قوم رو لغو کرده این تشکل در واقع از مدرسین و محققی نیست که طرفدار اصلاحات و آزادی خواهتر هستند نسبت به مجمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم نکته آخر اینکه در بحرین در تظاهرات روز چهارشنبه شش نفر کشته شدند و ده ها نفر زخمی به جا مونده امریکا وزیر خارجه امریکا از حضور نیروهای عربستان در بحرین انتقاد کرده و ایران هم وزیر دفاعش تهدید کرده حضور نیروهای عربستان و امارات رو در بحرین به هر حال به نظر میرسه ماجره ها در بحرین پیچ و خمه بیشتری داره میخوره در لیبی جنگ ادامه داره قذافی با هواپیما و توپ و تانک به بنغازی مقر مخالفین داره نزدیکتر میشه ولی هنوز خبری از منطقه ممنوعه پروازی نیست در یمن هم روز گذشته درگیری و اعتراض بوده و تعداد کشته ها در یمن تا کنون به چهل نفر رسیده اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران